توجه به یک مسئله، مثلا یک خانومی که شوهر داشته بوده مدت یک سال یا کمتر زیادتری با شوهر زندگی کرده، بعد از او خوشش نمده، با یک شخصی اجنبی و بیگانه فرار کرده طرف ایران و بعد از مدت 30 سال یا 25 سال برگشته، دارای چند تا دختر، چند تا پسر، از همزو شخصی اجنبی داره در اینجا آمده و حالا رفت و نشست و برخواست با این انسان و دختر دادن به بچه های از این خانوم و به شوهر گرفتن از دخترهای از این، آیا در قانون شریعت اسلام میره چی میفرماید؟ یک جواب را فرمایید، موفق کامیاب باشید انشاءالله. بسیار عالی. خب انسان متاسف میشه در وهله اول جناب حسینی عزیز و بینندگان عزیز و گرامی که چنین اتفاقاتی در جامعه اسلامی میفته. بالاخره جامعه اسلامی است، حاکم شرعی هست، دادگاهی هست، محکمه ای هست، سارنوالی هست، به هر حال میتونن اینا حقشان از طریق قانونی کسب کنه. اگر یک خانمی نمیخواد با یک مردی ادامه بده زندگی خودش، خب این راهش این نیست که بگریزه و بدون ای که طلاق بگیره بگریزه به ایران یا هر جای دیگه بره و با یک کسی دیگه چی کنه ازدواج کنه. خب قطعا این خانومی که گریخته و طلاق خودش هم نگرفته، در حباله نکاح یک شخص دیگری بوده، حالا با شخص دیگری ازدواج کرده، ازدواج دومش باطل است. همین رقم که این بیننده عزیز گفت، طبیعتا این بچه‌ای هم که حاصل از این رقم رابطه، یعنی رابطه ای که در اون نکاحی نیست، رابطه ای که در او عده گرفتن نیست، خب قطعا این بچه ها حلال زاده نیستند، بلکه دیگه میتونیم بگیم که خب از نطفه که شرعی نیست منعقد شده. ولی بعد از اینکه برگشته در او مملکت و جای و کشور خودش، رابطه ای با ای از این نظری که بچه های از این حرام زاده یا بچه های از این عمل زشت به وجود آمده، مشکلی نداره رابطه کردن با اینا. از نظر شرعی رابطه هیچ مشکلی نداره، البته در صورتی که تایید حرف اینا حساب نشوه، تایید کارای از اینا حساب نشوه و تأثیر منفی روی کسی که با اینا رابطه برقرار میکنه نداشته باشه. بله. و اما نسبت به ای که خب لطفا امر معروف نهی از منکر که جایش تیر شده دیگه، یعنی بچه‌ای که فعلا از این رابطه به وجود آمده یا دختری که از این رابطه به وجود آمده، خود از این دختر و خود از این پسر هیچ گناهی نداره. چرا؟ چون اینا حاصل جمع شدن دو نفر از طریق غیر شرعیه و خود از اینا دایی که پدرشان کی باشه، مادرشان کی باشه، مادر و پدر با شرع مقدس اسلام کنار هم دیگر جمع شده باشه یا در اثر عمل زشت و پلید کنار هم دیگر جمع شده باشه، خب بندگان خدا هیچ نقشی ندارن. بنابراین ازدواج کردن هم با اینا اشکال نداره، یعنی با این دختر میتونه ای رو به پسر خود بگیره، میتونه برای برادر خود بگیره، میتونه اگر که او پسر باشه خب میتونه داماد خودش ای رو قرار بده. البته با یک شرط، شرط نیست دیگه، با شرطی که خب اگر ننگ و عار رو برای خودش میپذیره، چون قطعا چون این اشخاص در جامعه دچار یک ننگ و دچار یک عار است. او نمیگه دامادش فلانی ولد زنا نمیده دیگه، تا نمیده، یا مثلا میگه عروسش فلانی دختر فلانی است که مادرش این کار کرد. اگر میتونه تمام این تیرها و مشکلات گرفتاری ها رو به جان در زندگی خود از اونم تاثیر داره، تمام از اینا رو میتونه به جان بخره، این مشکلات گرفتاری رو به جان بخره، ازدواج کردن با اونا اشکالی نداره. در این که کسی که از ولد زنا به وجود آمده، خب این میتونه متدین باشه، میتونه هیچ مشکل نداره، در مراتب علمی میتونه پیشرفت کنه، در مصادر و هر جای دیگه میتونه از این استفاده کنه، الا در موارد خاصی که از جمله اگر کسی مرجع تقلید میشه، یک از شرایط مرجعیت ای که مرجع تقلید شدن یکی از نطفه حلال باشه، به تعبیری